رادیو تلویزیون میهن. فرکانس جدید ماهواره یوتلسات 7A7B at 7 degree east. ترانسپاندر A1. فریکونسی 10721 مگاهرتز. پولاریتی هوریزنتال. سیمبل ریت 22000. FEC 34. همراه شما هستیم در توییتر. به با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز دوشنبه 25 فروردین، ساعتم 11:30 شب به وقت میهن عزیزمون ایران بلازده. 40 است اسیر یه مش دزد و قاچاقچی و دروغگو شدی. رهبرش همون اوان انقلاب وقتی ازش پرسیدن که پس تو این حرفایی که اینجا این اعمار و گفتارت با اون مطالبی که در پاریس میگفتی دوتاست، ماجرا چیه؟ نگاه کرد تو چشم مردم و توی دوربین مستقیم گفت خودعه کرد، یعنی فریبت دادم. خودعه نیرنگ، فریب در لغت، کلک زدم بهت. یه آدمی که جیمی کارتر تو کتاب خودش می نویسه، وقتی نگاه بهش کردم اون رو در قامت یک سنت، یک مرد مقدس، یه روحانی مقدس دیدم، کسی که بزرگان جهان مثل میشل فوکو اسمش گذاشت انقلاب قرن، بزرگ بود، خیلی کار بزرگ بود. مردم ایران به راستی پیشتازن، یعنی وقتی نگاه میکنی به تاریخش نگاه میکنی میبینی که خب در این 150 سال گذشته خیلی کارهای مهمی را انجام دادن در مقایسه با کشورهای همسایه. ببینید شما همین فرم لباس پوشیدن، فقط ما و ترکیه لباسمون رو فرنگی کردیم. بگنه پیرامون رو نگاه کن، هیچ کدوم این کار رو نکرده. انقلاب مشروطه، کنستیتوسیون و مجلس، قانون، ما پیشتاز بودیم در ملی کردن نفت، خلعیت علال خصوص، ما پیشتاز بودیم در منطقه. اون که نفت رو مکزیکی‌ها پیش از ما ملی کردن، ولی ما در منطقه واقعا پیشتاز بودیم. بعدها ناصر اومد کانال سوئز رو مثل نفت ما ملی اعلام کرد در مصر، و همین انقلاب 57، مردم نیومده بودن که آخوندا رو بیارن سر کار بذارن، خودعه کردن، دروغ گفتن، فریب دادن مردم. از همون ثانیه اول چون دولت مستعجل بود و ادامه نداشت، شروع کردن به چپاول، به دزدی، و ادامه داره. و شما نگاه میکنید، ما همین ساعت پیش خانم انصاری نازنین مطلب مهمی رو راجع به دولت در تبعید کنفرانس لهستان برای ما گفت که اصلا این چه شکلیه، دنیا راجب دولت در تبعید چی فکر میکنه. میدونید که روزهای دوشنبه در این ساعت
سلسله گفتاری رو آقای دکتر عطاودشتیان دارن در مورد مسائل اجتماعی و معضلات سیاسی که ما باهاش روبرو هستیم، راجب رهبری، راجب اینکه رهبری، دوران رهبری های عمودی به پایان رسید، وارد دوران رهبری های افقی شدیم و شبکه‌ای. و بعد هم آقای عودشتیان از نخبگان ما بودن که جز اون دست از کسانی بودن که در همون ابتدای ماجرای کرونا اعلام کردن که دنیا وارد یک دنیای جدید خواهد شد به نام دنیای پست کرونا، دنیای بعد کرونا، و سلسله گفتاری رو تو این زمینه داشتن. اجازه بده که وقت رو ضایع نکنیم، با این مقدمه مفصل بریم خدمت آقای عودشتیان، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این بزرگوار و تشکر کنیم از حضورش در این برنامه. آقا سلام میکنم به شما. بله بله، درود بر شما جناب بهبهانی عزیز. تشکر از این بنده دعوت کردین، امیدوارم که صحبت‌های خوبی داشته باشیم. همچنین درود می‌فرستم به مردم ایران، کسانی که این برنامه رو می‌بینن. حتما ما خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و خوشحال‌تر این که آرزو می‌کنیم که در امان بمانید در این دوران کرونا. دوران سختی است، به حال وضعیت خطیری است. بذارید بریم سر اصل ماجرا، و همونطور که گفتم خب یه مشکلی وجود داره و اونه که 40 ساله داریم تقلا میکنیم و مردمان در داخل ایران میبینن با پوست و گوشت و استخونشون لمس میکنن شرایط رو. من ایمان دارم به این موضوع که اگر مردم در ایران از باب کرونا مطمئن بشن و آرامش به دست بیارن و بدونن که این خطر رفع شده، به سرعت خودشون رو تجهیز میکنن، برمیگردن در مقابل حکومت میایستن. و به دلیل اینکه آبان ماه رو دیدیم، دی ماه رو دیدیم، سقوط هواپیما رو شاهد بودیم و الان هم برخوردش با کرونا، علناً رئیس دولتش میگوید که اگر ما مردم رو ببریم تو قرنطینه، چون نمیتونیم از نظر اقتصادی تأمینش بکنیم و معاشش رو تأمین بکنیم، خب ما برمیگردن یا 30 میلیون میان یخمون رو میگیرن. خب چرا این کار رو بکنیم؟ بهتر اینا برن سر کار، حالا چند میلیونم میمیرن، 2-3 میلیونم میمیرن، بهتره که میان یخه ما رو بگیرن. این پاسخ دستگاه حاکمه. چه میشود کرد؟ و این تقله هایی که در این مدت شده، خب خیلی کارها انجام شد، از موضوع افشاگری ها شروع شد، تعریف کردن و عده‌ای معتقدن که امروز دیگه دوره افشاگری به پایان رسیده، باید وارد کار عملی شد. تقله هایی تو این زمینه بسیار شده، خود شما تو این ماجراها شاهد بودید. و ولی همواره ما یه مشکلی برامون پدید میاد. من میخوام امروز بپردازم به آسیب شناسی این ماجرا، که چرا واقعا نمیشود و هر موقع که میخوای کار رو انجام بدیم یه صداهای مشکوک به قول قصه دایی جان ناپلئون شنیده می شود که همه موضوع رو در حقیقت متوجه خودش میکنه، در حالی که اصلا هیچی نیست، پوشالیه، خالیه، توش هیچی نیست. و یکیش همین ماجرای دولت در تبعیده که این روزا فقط شهرام همایون راجع به شرف می زنه و خیلی هم به همه بد و بیرا میگه و فضیحت میگه که شما نمیذارید که این شکل بگیره. چیه آقای عودشتیان از منظر در حقیقت پولیتیکال ساینس و جامعه شناسی، این را شما چجوری تعریف میکنید دولت در تبعید رو؟ بفرمایید تا بشنم. خواهش میکنم، خواهش میکنم. اجازه بدین که چون
دو تا نکته رو توی صحبتتون گفتین. اون نکته بسیار مهم، اونم واقعا مربوط میشه به داخل ایران و این به اصطلاح مطلب خیلی اساسی که قرنطینه وجود ندارد، به خاطر اینکه رژیم نمیخواد پول بده و میترسه به اینکه فقر و گرسنگی مردم رو به خیابون بکشونه. این رو اول باز میکنم، بعد وظایف اپوزیسیون و بعدش هم حالا دولت در تبدیل که موضوع خیلی جالب و مهمیه، اون رو هم صحبت خواهم کرد. در مقام نخست، تقریبا همه پژوهشگران یا ناظران و تحلیلگران اینطوری میبینن که در آینده نزدیک در جریان کرونا یا در خاتمه کرونا امکان پدیداری خیزش‌های اجتماعی وجود داره و این اعتراضات حتما سراسری میشه، چون که اگر ما این همه رو نداشتیم در دیماه اون جنبش سراسری بسیار بسیار وسیع به وجود اومد، خیزش بسیار بزرگ. اینا رو نداشتیم، آبان ما رو هواپیما رو نداشتیم، کرونا رو نداشتیم، دروغگویی های رژیم دیگه به این میزان اثبات نشده بود، آبان رو داشتیم. این که به طور قطع این هست و حالا وظیفه در واقع ناظران و تحلیلگران اینه که این شما رو بتونن ترسیم کنن، وظیفه فعالان احزاب سیاسی اینه که این رو بتونن متحقق کنن. بنده در مقام جایگاه نخستین هستم، ناظر و تحلیلگرم، حزبی نیستم و غیره و غیره. حالا این نکته بسیار مهمه که ما چند تا مسئله اساسی رو باید ببینیم. یکی این که ما در دی ماه و در آبان ماه شاهد جنبش های وسیع سراسری پیگیر نبودیم، هم سراسری بود هم وسیع بود ولی پیگیر نبود. یعنی سیکلی که برآمد توانست، رژیم توانست این رو به سرعت بکشونه پایین. حالا این رو ما اسمش رو نمیذاریم جنبش، میذاریم خیزش. تفاوت بین خیزش و جنبش درست همینجاست که خیزش مثل یک حرکت جهشوار میاد خودش رو نشون میده، سراسری میکنه، جرقه‌وار عمل میکنه و به خاطر اینکه به هر حال پشتیبانی نداره، که از اون پشتیبانی امروز بحث صحبت کنیم، کار در واقع به سرکوبش کشیده میشه. نه اینکه اگه پشتیبانی هایی باشه رژیم وامیسه نگاه میکنه سرکوب میکنه، اما اون شانس ما بیشتر خواهد بود اگر امکانات استمرار خیزش جنبش، خیزش اجتماعی رو به وجود بیاریم. استمرار خیزش اجتماعی اون رو بدل میکنه به یک جنبش اجتماعی. جنبش اجتماعی کیفیتش، خاصیتش این هست که حرکتیست تداوم دار، امتداد داره، گسترش پیدا میکنه. یه روز، دو روز، یه ماه، یه هفته نیست که بیاد بالا و دوباره سرکوب بشه. برای اینکه این به وجود بیاد باید که بتونیم به دقت، به روشنی، بدون سوء نیت و بدون اینکه گروه من برتر از گروه شماست، به شکل خونسا به واقعیت آنچه که در آبان و دی ماه بود نظر دوباره بندازیم. چه چیزی کم بود؟ چرا نشد؟ چرا توفیق پیدا نکرد؟ جنبش سبز یکی از دلایل عدم توفیقش مگه این نبود که موسوی و کروبی نیمدن پاش؟ مگه این نبود که جنبش سریعتر میرفت، رهبری دنبالش میدوید و این رهبری بعدن یه جایی که به عاشورا رسید سکوت کرد، عقب کشید؟ میتوانیم بگوییم که اصولا در دوران دیما رهبری وجود نداشت، سازمانی به اون شکل وجود نداشت. در دوران آبان ما هم رهبری و سازمان نبود. به این لحاظ دو مقوله اساسی رو اینجا استخراج میکنیم از این تحلیل، این نظاره کردن بر اوضاع احوال جنبش. یکی وجود رهبری است، یکی وجود یک سازمانی است که بتونه این لیدرهای کوچک که در آبان ماه میگفتن 100 لیدر گرفتن، این سلولهای حرکت، سلولهایی که انفجارات کوچک به وجود میاره رو به هم وصل کنه در قالب یک حرکت شبکه‌ای، کم و بیش متصلشون کنه، هماهنگ کنه، یک همبستگی به وجود بیاره که اگه یه بخشو زدن بخش دیگه بتونه حرکت کنه، یه بخشو زدن بخش دیگه بتونه امتداد بده. این امتداد رو تضمین میکنه این روش. بنابراین اون چی که ما احتیاج داریم ایجاد یک رهبری است و ایجاد سازمان رهبری است که این سازمان رهبری و نه رهبری شباهتی با ادوار گذشته، اشکال متعدد رهبری که در قرن 20 دیدیم که اون بالا یه رئیس حزب میشست مثل استالین یا مثل ماو، رهب دستور میداد، بقیه رو ترور میکردن، چهار تا ادامه میدادن و پیرو بودن.
البته دوران برامانی عوض شده، اون مدل رهبری دیگه قابل تمجید نیست، قابل تحقق نیست، اصلا وجود نداره. ما اون رهبری بلا مناظره نداریم، رهبران کوچک داریم، رهبران قابل تمجید ولی کوچک داریم، و خوشبختانه یک مقدار ایده استبداد در ذهنشون ریخته، حداقل در نظر ریخته، در اخلاقیات رو صحبت میکنیم ولی در نظر ریخته. این برابری میشود رهبری که کوچکه، اسمشو من در تحلیلای خودم گذاشتم خرد رهبر، اما رهبری باید باشه. و چون یک رهبر بلا منازه وجود نداره که در اون بالا بیسته، بی بدیل و بی رقیب و جانشین ناپذیر باشه، باید رهبرانی به وجود بیان که بدیل پذیر باشن، جانشین پذیر باشن، و بر مبنای نه نام و ریشه و تاریخشون، بلکه بر مبنای کارکردشون، وظیفه مندیشون، پاسخگوییشون ما بتونیم قضاوتش بکنیم. حالا این نظر رو در رابطه رهبری تقریبا همه قبول دارن و این جای خوشبختی است. همه قبول داریم که ما دیگه دنبال یه رهبری مثل خمینی دیگه نیستیم که به هیچ کی جواب نمیده، حرف به خودشه. میگفت ایران هم همه یه چیز دیگه، هم حرف خودم میذارم، یا خاطرتون هست اون مدل رهبری دیگه. الان تقریبا همه سازمان‌ها، گروه‌ها، شخصیت‌ها، تمام جریان‌های روشنفکری و تحلیلگر، تمام فعالین سیاسی این مدل رهبری میپسندن. دومی سازمان، اون مدل سازمان هرمی که در رأس حزب توده، حزب فدایی، مجاهد بوم میگذاشت و شکر مخالف خودش، بخاطر اینکه مخالف نمیتونست همراه رهبری حرکت نمیکرد، این مدل هم گذشته. برای من این مدل های بیشتر افقی، اندکی با تمایلات هیرارشیک ولی افقی بیشتر امروز وجود داره. این دو مشکل ما باید حل کنیم. برای من حالا مشکل ما چیست؟ یعنی اون چیزی در برابر ایستاده، اول اینست که متمرکز باید بشیم بر روی ایجاد یک رهبری که بتواند در مقام جایگاه رهبری، مقام خودش، هدایتگر این جنبش ها باشه تا خیزش رو به جنبش ممتد، امتداد پذیر، پیوسته بدل بکنه. این مرکز قضیه است. چه موانعی در برابرشه؟ الان شما این دو نکته است. الان شما تو سراغ هر گروهی بریم میگه من میخوام رهبر بشم، من میخوام رئیس جمهور بشم، من میخوام رهبر. رهبری رو بعد به کسی داد که نمیخواد رهبر بشه. اینطوری ما فارغ میشیم از قضیه. اون کسی که عمرش، جانش رو نمیذاره بره رهبری، میگه من اگرم میام وسط به خاطر مردم میام، اگر میام وسط به خاطر میهن میام، اگر میام وسط به خاطر توسعه مملکت میام، توسعه مملکت و آزادی میهن میام، قدرت رو بر خودم نمیخوام. افلاطون میگفت دیگه، برای اینکه همه رهبران فاسدن یا فاسد میشوند به خاطر مکانیزم قدرت، برای اینکه از این دور باطل خارج بشیم، قدرت رو باید به کسی داد که در پی قدرت نیست. اینطوری سالم میشه، فساد از بین میره. این برمیگردونه ما رو به اخلاق، اخلاق رهبری، و این بزرگترین مانع همبستگی گروه ها بوده. هر کی میگفتی که اگه تو مخالف من هستی، تو نماینده رژیمی، تو جاسوسی، سرت داد میکشه، فریاد میکشه، انواع و اقسام اتهامات رو میزنه برای اینکه تو مخالف روش تفکر، نوع اندیشه اون هستی. این اخلاق مداری رو ما باید حالا جا بندازیم. یک وظیفه ماها، ما که بند مثل بندی که نمیخوام رهبر بشم، نمیخوام وزیر بشم، من باید حداقل کارم این باشه، حداقل توانم اینه که اخلاق جدیدی رو در میان کسانی که ناظرن فعالا به وجود بیارم. بنابراین این اخلاق گرایی، وجدان گرایی، وجدان مداری یکی از وظایف این دومین نکته است. یعنی آن کسانی میتوانند وارد معرکه بشوند که بتوانند به ما کمک کنند برای اینکه از این حالت‌های استبدادپرورانه که دیگران رو مرعوب می‌کردیم، در این حال که طرف مثلا دوسته، یهو فرده میشه دشمن، خاطر اینکه مثلا یهو نظرش عوض شده. حق داره، یه موقع یه نظری داشته، امروز یه نظر دیگه داره، اما چون دیگه با نظر من نیست، چون اینجا و اونجا صحبت میکنه علیه نظر من، بنابراین الان دشمنه. چه بسا اینا همون کاری که رژیم میخوان بکنن، چه بسا اصلا وابسته به رژیمه، چه بسا این است آن است. همه این الزامات باعث شد که در واقع ما ضعیف بشیم و رژیم ماندنی بشود، برای اینکه به همدیگه پریدیم، برای اینکه به همدیگه دست دوستی بدیم و در کنار هم باشیم و دشمن اصلی فراموش نکنیم. دشمن اصلی همسایه من نیست که اندکی متفاوت با من فکر میکنه، دشمن اصلی در برابر منه، فقط رژیم جمهوری اسلامی، فقط رژیم جمهوری اسلامی. جاسوسای رژیم رو میشه تشخیص داد،
جاسوسای رژیم و نمایندگان رژیم هستن الان ماشاءالله بر اون بر تلویزیون و دستگاه دارن، اما فقط کسانی که شرافت مبارزاتی دارن فقط دشمن اصلی باید بگذارن به رژیم جمهوری اسلامی. هیچ کسی، کسانی که مخالف ما هستن در این کمپ، یعنی کمپ مخالفین رژیم، دوست ما باید باشن نه دشمن. اینجاست که ما میتونیم همبستگی رو بیشتر کنیم. تو مخالف منی، در کنارم بشین، گفتگو میکنیم، بحث میکنیم. این بنابراین میشه دومین نکته. سومین نکته بسیار بزرگ این است که ما تا مدت‌های بسیار زیاد فکر میکردیم که بهترین نوع حرکت ایجاد بزرگترین و وسیع‌ترین جبهه همبستگی است. که تا مدت‌ها فکر میکردیم که این میبایست بر روی حداقل‌ها باشه. بسیار زمانهای طولانی این رو گفتیم، تکرار کردیم. خود من دوست داشتم، همه دوست داریم که همه نیروها به گرد هم بیایم با همدیگه کار بکنیم، برای اینکه فکر میکردیم بیشترین تولید رو، بیشترین فراورده رو این همبستگی ایجاد میکنه. زمان گذشت و اختلافات، عقده ها، غرور ها، خودسری ها نگذاشت. این میگفت من اونطوری فدرالیست، اون یکی غیر فدرالیست، بحثا ادامه داشت و رژیم ماند. حالا ما میگویم آقا فدرالیست باشه فدرالیست نباشه، تمامیت ارضی مهمه، تمامیت ارضی. اون بحثی که فکر کنم بارها همینجا احتمالاً جای دیگه است کردیم، نام ناسیونالیسم، ناسیونالیسم آزادی خواه، میگه تمام و اقوام به گرد ایران و برای ایران متحد میشن، نه برای قوم خودشون، گروه خودشون، پارس و ترک و لور، نه، همه برای ایران و زیر پرچم ایران، زیر پرچم تاریخی ایران. و اینو بارها ما گفتیم، بارها بحث کردیم، خیلی روشنه. به تعدیق از بهترین مقاله، بهترین که چه ارز کنم، حداقل پوپیلارترین مقالات که من چاپ کردم و بارها در کانال‌های متعدد، در سایت‌های متعدد چاپ شد مقاله و بحث شد، حداقل شاید 5-6 اینترویو من سر این مصاحبه دادم سر مسئله ناسیونالیسم و اتحاد گروه های متعدد بر سر میهن، میهن واحد، این ناسیونالیسم آزادی خواه که میتواند گروه ها و اقوام و گروه های دیگه به گرد هم باشه زیر پرچم ایران. این الان فهمیدیم که در واقع اون اتحاد بزرگ عملی نیست، اما ناسیونالیسم آزادی خواه عملی است. بنابراین چه باید کرد؟ برای اینکه گروه ها به گرد هم بیان، برای اینکه بیشترین سود رو از این همبستگی، گرد همایی به وجود بیاریم، میبایست که یک ستاد رایزنی به وجود بیاد. یعنی یک گروهی باشن از نخبگان، از فریختگان، از معتمدان، از وکیلان ملت که بتوانند در کنار هم دیگه شور و مشورت بدن، رایزنی بکنن و این رایزنی متعقب بکنه در واقع گرد همایی نزدیکترین گروه ها رو. همه گروه ها الان متوجه شدیم که اینجا رو هم جمع نمیشه. یعنی بند سوم میگوید که همه گروه ها بند نمیشن، بلکه ناسیونالیسم آزادی خواه میمونه، بهش اعتقاد داریم، ولی سعی میکنیم که اون گروه هایی که بیشتر به هم نزدیکن رو به هم جمع کنیم. حالا در درون این گروه ها شاهزاده رضا پهلوی باشد نباشد، خیلی خوبه که باشد که بتواند این سمبول رو بزرگ بکنه و این پرچم رو برافراشته بکنه و بعد ملیگرا و جمهوری خواه و کمونیست و غیر کمونیست همه برای میهن، نه برای این شخص آن شخص، برای میهن حرکت بکنه. این بهترین و ایدئال ترین روش حرکت. بنابراین ما در واقع اون چیزی که الان احتیاج داریم رایزنی سریعه. این رایزنی سریع باید اقناع کنه گروه ها و شخصیت ها رو و به گرد هم بیاره تا بتونیم از طریق این رایزنی به یک نوع در واقع دستاورد برسیم. وضعیت سیاسی در ایران یک وضعیت بحرانی مثل بحران‌های دیگه نیست. ما در برابر یک ابر بحران قرار داریم. در برابر ابر بحران وضعیت عاجل روش‌های عاجل رو می‌پذیره. برای همین بر سر این به اصطلاح ستاد، بر سر این ستادی که رایزنی باید بکنه، نباید تعجیل بکنیم و باید که گروه‌ها همدیگه با همدیگه مشورت بکنن. من شاهد هستم، خودم هم درگیرم که گروه‌ها دارن با همدیگه مشورت می‌کنن، هر کی به سهم خودش، هر کی به نوع خودش. هیچ کس هم نباید دیگری رو، برای اینکه حضور برای او نداره ولی برای خودش داره فعالیت می‌کنه، متهم بکنه. نباید به این دام بیفتیم که رژیم بخنده به حال ما که نگاه کنین دشمنان من به همدیگه دارن بیشتر می‌پرن تا به من. برای این باید اون سر نیزه رو واس کنیم
در واقع جهت بدیم به سمت رژیم جمهوری اسلام. راجعه فکر کنم دولت در تحویل هم قرار صحبت کنیم. بله بله همین اساس صحبت بر اساس همین دولت بر تبعیده. نکته بسیار دقیقی رو مطرح کردی و اینکه در حقیقت شما این فرود گفتار شما برای این بودش که خب جمهوری اسلامی خوشحاله از اینکه ماها به جای اینکه به او توجه کنیم داریم به خودمون میپریم. من فکر نمی کنم این دقیق باشه، به خاطر اینکه اینم یه بخشی از همین ماجراست. یعنی یه سری اتفاقات در کنار ما میفته در ظرف این 40 سال شاهد بودیم که همیشه اینا در نقاطی که میخواد یه اتفاقی بیفته یه سری از حول حلیم میفتن توی دیگ، نه اینکه حتما وابسته به اون نظام باشن، ولی اشتباهاتی که میکنن و فکر میکنن که همین الان دیگه اگه نیاد همه چیز رو از دست میده، در حالی که واقعیت این نیست. بذارید اینو بذاریم به یه فرصت دیگه راجع به شرف بزنیم، ولی سر همین موضوع، یعنی این موضوع دولت در تبعید، این چیه واقعا؟ بازش کنید ببینیم که این دولت در تبعید معناش کدام است. آیا واقعا این امروز به درد کار ما میخوره؟ این مربوط به فرداست؟ مربوط به همین الانه؟ این چه کار داره میکنه؟ یا بله. مثلا فرض کنید که الان یکی از اعتراضات همایون همینه که مثلا شما آقای اودشتیان چرا در شورای گذار میری ولی اینجا رو قبول نمیکنی؟ خب پرسش اینه که این دوتا موضوع کاملا متفاوت از همدیگه است، ربطی به همدیگه نداره. میخوام نظرتون رو بشنوم. بفرم. والا من خودم نمیدونستم که اینقدر مهمم در دولت تحت تبعید وجود، عدم وجود من، وجود من تاثیر زیاد نداره. امیدوارم که به هیچ وجه سنگی گذاشته نشه در برابر تحقق این طرح. به هیچ وجه، به هیچ وجه. نظر خودم رو میگم به عنوان کسی که اتفاقا دوستدار هم آقای همایون هستم، دوست من هستم، و هیچ گونه تنشی نباید بین ماها به وجود بیاد. ما همه دشمنان رژیم جمهوری اسلامی هستیم و میبایست که دست دوستی به هم ببریم. هر اختلافی هم داشته باشیم، این اختلاف در درونه، اختلاف نباید بیرون باشه. چرا بیرون؟ برای اینکه بیرون یه دشمن وجود داره، یه دونه، اونم جمهوری اسلامیه. درست ما الان به این مرحله رسیدیم و مقوله این ابر بحران همینه. ابر بحران یعنی انقدر داره این حاد میشه که تمام نیروها رو برد تیز کرد علیه دشمن. پراکنده نکنیم. نه، اصلا اینطوری نیست که دوستان گفتن. من دیدم ویدیو دوست عزیزمون آقای همایون رو، شاید خیلی اشتباهی شده یا اونطور اصلا نبوده و به هیچ وجه نیست که کسی بخواد مانع که چیز دیگه باشه. در ابتدا من خاطرم هست که در یک ویدیوی مصاحبه ایشون گفتن که اگه ما دولتی درست بکنیم شما حاضر هستین عضوش بشیم؟ من گفتم با این دولت دموکراتیکی باشه سیرکنسانسش چیه، موقعیتش چگونه است؟ فکر نکردم من اون لحظه، چون آخرین دقایق یک اینترویو بود و در موقعیت عمل آدم در این موقعیت برق مسلمه. همین الان کسی به من میگه یه دولتی وجود بیاد که کاملا بری از همه مشکلات باشه، میگم بله. ولی خب مشکلات شما وقت ترک کرد، چه مشکلاتی داره؟ بعد خودم فکر میکنه، بعد میگه نه، این مشکلاتش ایکس و ایگرگ و یک و دو و سه است که حالا من توضیح میدم. ولی این رو بدونیم که قبل از همه چیز اصل اساسی اینه که ما باید دوست باشیم، اینه که ما با هم یه دست دوستی بدیم. من باید دست دوستی به آقای همایون بدم، همایون رو دوست داشته باشم، چون ایشون علیرغم تمام مشکلات، ببینید دعوایی ما داشته باشیم خصوصی چیزی باشه، من به ایشون شخصی گفتم آقا من اینجا رو دوست ندارم، اینجا رو دوست دارم، آقا من مخالف این نظرم، اونجا موافق این نظرم. ایشون میدونه شخصی مثلا مسئله دیگه در حد اینی که مسئله رژیم و این حرفا باشه دیگه نباید باشه. ما هممون مخالف رژیم. میتونه یک کسی طرفدار این دولت در تبعید نباشه، بنابراین اگر نباشه نظرش میاد عنوان میکنه جامعه آزاده، بعد نظر دیگه ای میده. من مثلا به جای اون
نظر دادم، نه که بگم و فرار کنم، نوشتم فرستادم، گفتم به نظر من اون ستاد رایزنی باید وجود بیاد و ایشون هم اتفاقا با من تماس گرفته بودم و نظر شما رو قبول دارم. بنابراین مشروط است که همه حسن نیت داریم، همه حسن نیت باید داشته باشیم. ستاد رایزنی یعنی مقدمات ایجاد دولت تصدی، درست اونه. یعنی من فقط یه سکانس اون آخر بودم. چرا؟ برای اینکه باید 4 تا آدم عاقل وجود بیان، جمع بشن دور هم دیگه، این 4 تا عاقل رو بعد آماده کنیم، مهیا کنیم، موقعیت ویژه رو بسنجیم و غیره و غیره و غیره. این دولت در تبعید حالا در مقام دوم این است که یک دورانی میخواد که این رو حالا توضیح میدم چگونه، ولی اصل اساسی اخلاق محوری است. یعنی ما باید به واقع اگه دشمن رژیم جمهوری اسلامی هستیم، دشمن اخلاق رژیم جمهوری اسلامی هم هستیم. فقط دشمن سرکوب سرنیزش نیستیم، دنبال دشمن فساد و عمامه نیستیم، دشمن اخلاقش هستیم. اخلاقش برعکس اون چیزیست که ولتر گفته. ولتر چی میگه؟ میگه که من جانم رو میدم برای اینکه مخالف من بتونه آزادانه از من انتقاد کنه. جانم رو میدم، نه اینکه خونم رو میدم، آشپز خونم رو میدم، نه، جانم رو میدم. این فرهنگ شد در فرانسه، بر همین این شجاعت به وجود میاد. ما در خودمون میباید که اخلاق جدید رو ایجاد بکنیم، دوست بشیم. اگر مخالفتی هست این مخالفت ها رو مطرح کنیم، صحبت کنیم، به هم دیگه حد نزنیم. به صلاح حالا من متوجه میشم با عصبانی هم که کار حل نمیشه، میباید که با دوستی صحبت کنیم، بحث کنیم و اینها رو در معرض نمایش در واقع جدل و بحث بگذاریم. بهترین نوع آموزش، آموزش در جدل اندیشه هاست. نه که من کوشه خودم باشم، حرف خودم بزنم، هر کی هم مخالفه بگم پس تو دشمنی. جدل اندیشه ها به ما میآموزه که فکر کار کنه، این اندیشه صیقل بخوره. و این مسئله وجدان محوری، اخلاق محوری که در بند دوم گفتم مهمترین مسئله است، یکی از موانع کار، عدم وجودش یکی از موانع کار بوده برای اینکه نیروها دور هم جمع نشن. بنابراین من به واقع دست دوستی به جناب همایون میدم، ایشون رو دوست دارم، در درون مباحثاتی با هم دیگه داریم، هیچ مشکلی در بیرون با هم نداریم، هر مسئله هم که باشه میتونیم صحبت کنیم. مسائل در حوزه نظری، در حوزه استراتژی عمل علیه رژیمه، بنابراین رژیم رو باید در مرد اول، در فرونت پیج، اون فصل اول، صفحه اول قرار بدیم. اگر این کارا رو نکنیم به هم دیگه بپریم، رژیم نشسته میشینه به ما میخنده و میگه ببینید اینجا اون کاری رو کردن که اینا دارن به هم دیگه میپرن، یه آدم خوبی هم باشه اونم بهش حد خدمت بزنیم و اینم روسیاش کنیم. این درست این چیزی که من مطمئن هستم که جناب همایون همچی قصدی نداشته و نداره و این مسئله در واقع مطمئنا میتونه به بحث بهتر و آموزندهی بدن بشه. ببینید مالا این مباحث مربوط میشه به اخلاق که به نظر من یکی از محور هست. مربوط به دولت به نظر من اینجا وارد سخن میشیم. این نیست که دولت در تبعید خوبه. چرا خوبه؟ به خاطر اینکه خودش رو به عنوان آلترنتیو عنوان میکنه. چرا همه دوست دارن؟ الان من همین امروز، دیروز، پیروز دائما خودم ایمیل دریافت میکنم. مثلا مخالف ایده دولت در تبعید نیستم، اشتباه شد شده، مخالف این هستم که به سرعت با تعجیل بریم یه چیز دیگه میتونیم درست کنیم به جاش. این نه اینکه هیچ کاری نکنیم، بریم بشینیم ویسکی بخوریم، این یه چیز دیگه میتونیم براش درست کنیم که اون رو به وجود بیاره و بعد نشود که بادکنک هوا کنیم، فیل هوا کنیم، بعد نتونیم دلیور کنیم. این بدتر از اکفل. بنابراین پروژه‌ای که الان عنوان می‌شود ایجاد اون ستاد رایزنی است که قبلا هم عنوان شد، یعنی یه ماه دو ماه پیش، و این مقدمات رو ایجاد بکنیم. حالا دولت در تبعید پروژه خوبیه موقعی که زمانش به وجود بیاد. معمولا مثلا در آلمان، در انگلستان، در لندن وجود داشت. اونایی که تاریخ رو خوندن حتما بهتر از من میدونن که اینها چیزهایی نیست که با عجله بهش سریع تنداد میشه پرداخت در حوزه قرائت تاریخ. در لندن مشاهده کنیم، من اینا یک یکی میگم برای اینکه واقعا اشتباه نشه، کسی دشمن دولت در تبعید نیست، فقط اینکه بعد این رو فهمید، پروژه شو درک کرد. ببینید در لندن زمانی دولت در تبعید به وجود میاد که نصف فرانسه مورد تسخیر ارتش رایش سوم قرار داره، درست نصفش. نصف دیگش رو جنرال پتن که یک جنرال فرانسوی است به نام رایش سوم داره میگردونه.
نه به نام فرانسه. یعنی فرانسه هست، متو میگی من طرفدار اون نظام رایش سوم هیتلر نازی آلمان هستم. یعنی فرانسه اشغال شده، بنابراین دولت اصلا دولت خارجیه. اون زمان شما دولت در تعبیر درست میکنید. ببینید دوستانی که میگن اینا رو این مشاهده تاریخ رو در نظر بگیرن، همینطوری نیستش که. دومین مثال که معمولا زده میشه در مورد لهستان، لهستان زمانی دولت در تعبیر وجود میاد که اشغال شده لهستان، یا در معرض اشغاله، یا اینکه دولت در تعبیر، این سکانس سوم خیلی مهمه، میتواند در زمانی به وجود بیاد بدون اینکه کشور اشغال شده باشه که فروپاشی نظام خودش رو نمایان کرده باشه. امروز فروپاشی نظام خودش رو نمایش نشون نمیده. امروز ابر بحران وجود داره که نظام میره که بریزه، هنوز نریخته، هنوز به طور واقعی این رژیم هنوز سر کاره و علت سر کار میشه هم سرکوبه، ولی با همین سرکوب تونسته به استفاقه بین بعد باشه دیگه، درسته؟ برای اینکه بیفته باید برنامه‌ریزی کنیم، باید برنامه‌ریزی کنیم، استراتژی بریزیم، هولولکی هم نمیشه. اینو بعد با تومنینه فکر کرد. چرا؟ برای اینکه 10 بار سری رفتیم تو خیابون، ضربه خوردیم برگشتیم، شکست خورده. این دفعه بعد با تومنینه بریم، با فکر بریم، نه اینکه بذاریم 5 سال دیگه، حتی 1 سال دیگه، همین الان باید برنامه بریزیم. حالا یکی بنابراین به نظر من دولت در تعویض زمانی هستش که یا ما دولت فعلی در حال فروپاشی است، یا اینکه در واقع به اصطلاح اشغال شده باشه کشور. حالا مورد سوم در مورد سازمان هایی است که به وجود میان، سازمان مثلا فلسطین، که اینم یه نوع به اصطلاح سازمان جانشین، این دولت در تبعید نیست، اسمش سازمان به اصطلاح جانشینه. شما مثلا در ایران دارین که عرب برای مثلا در حکومت بعدی عراق در ایران آماده میکردن مخالفین دولت عراق رو، یعنی دولت در تبعید، ولی دولت در تبعید واقعا نبود، چون هنوز حکومت صدام حسین سر کار بود. یک سازمانی رو به عنوان آلترناتیو درست کرده بودن، و این نکته منه که اون ستاده میشه آلترناتیو. آلترناتیو درست کرده بود که اگر رژیم بریزه، اگر بریزه و زمانی که بریزه این بره جاش بشینه. اون زمان در واقع زمانی است که به محض اینکه فروپاشی داره به وجود میاد دولت در تبعید به وجود میاد. این شد سومین حالت. نکته بعدی این است که دولت در تبعید زمانی است چون رژیم حکومت در تسخیر نیروی خارجی است، و چون مثلا فلسطین هم در تسخیر برای فلسطینیا، در تسخیر اسرائیل از نگاه فلسطینیا، چون رژیم در حال فروپاشیه، باید که دولت ها، باید که در واقع سازمان ملل به نوعی ریکگنیشن بکنه، شناسایی بکنه این دولت در تبعید. ما میتونیم به اون سمت بریم، باز اشتباه نشه ها، یک کمی وقت میخوایم، یک کمی نیاز داریم که رژیم بپاچه از هم، بعد اعلام کنیم این رژیم دیگه نمیتونه بگردونه. الان رژیم میتونه بگردونه، با سرکوب الان با سرنیزه میتونه بگردونه، داره میگردونه. این اگه واقع بین نباشیم نمیتونیم تحلیل کنیم از رژیم، و نمیتونیم آلترنتیو براش بسازیم. برای خوب دیدن، برای خوب تحلیل خوب، باید خوب دید، نه اینکه از زاویه نگاه خودمون برخورد. الان رژیم ایستاده، بنابراین این ریکگنیشن یه مقدار کار میخواد. بنابراین مشاهده میکنیم که در واقع یه نوع پیش زمینه لازمه برای اینکه دولت تعبیری ایجاد بشه، و برای اینکه ایجاد بشه باید الان به فکر این باشیم که چگونه پیش زمینه های این رو به وجود بیاریم. هیئت جانشینی یه مدل، چندین مدل میونه اپوزیسیون وجود داره، نه اینکه از ذهن من بیاد. هیئت جانشینی یک مدله، ستاد رایزنی یه مدل، اینا مدلن، شوخی بردار نیستن، اینا مدلن. چیزی نیست که آدم بخواد به این بهانه دولت تربیت بنزه عقب، اصلا به هیچ وجه. حسن نیت های همدیگر درک کنیم و واقعا بپذیریم. ببینید خوبی این کشور غربی همینه دیگه، میپذیره خوش نیتو، بعد نگاه میکنه ببینه در عمل این کار داره میشه، آره داره میشه. شاید کسی که الان دنبال این پروژه نیست داره پروژه های دیگر هم متعاقب میکنه، میتونه باشه. نه باید حد بزنیم که آقا چون با ما نیستی حتما نشستی داری مثلا به بلبلا گوش میدی، و کار درست و سنجیده نیست. کوچک کردن شخصه، اون شخصی که داری اینو میگه چون جایگاهش نیست. نباید ما به این سطح نزول بکنیم، و واقعا من امیدوارم که به این سطح نزول نخواهیم کرد. بنابراین دولت در تبعید در واقع نیازمند کلی مقدماته، اما قبل از اون، پیش از اون، برای تحقق اون میتوان اینجا و آنجا به طور جدی، به طور واقعی
دست به مقدماتش زد، ایجاد کرد. حالا اگر کسی بیاید بگوید که این طرح دولت در تبدیل یک آلترناتیو، اسمش مهمه، میتونه جذب کنه، میتونه آدم جذب کنه، میتونه تکون بده، میتونه زلزله بزنه، بابوشون بره، وقت میشینیم بحث میکنیم، میگیم آره چرا، نه چرا، این رو میتونیم در واقع بحث کنیم. من معتقدم به حسب درک خودم، به حسب تحلیل خودم، من فکر کنم نمیکنه، یعنی تکون میخوره، تکون میخوره، ولی یه مقدار شبیه فیل هوا کردن میشه که ما نمیتونیم دلیور کنیم، باید کاری بکنیم که دلیور میتونیم بکنیم. تمام این جنبش 41 سال این بوده که قدم های بزرگ میخواستیم برداریم، اما نمیتونیم حتی قدم کوچیک رو متحقق کنیم. در اعلامیه ها و نوشته ها و گفتارها و گفتارهای شفاهی و کتاب ها مینوشتیم حرف های بزرگ، قدم های بزرگ، این رو میخوایم بکنیم، اون رو بخوایم بکنیم. حکایت اینه که زمانی که از ایران هم که آمدن اپوزیسیون بخش بزرگیش کنه، دو هفته دیگه برمیگردیم، بعد گفتن دو ماه دیگه برمیگردیم، بعد همینطوری تو آمال ها خیال ها موندیم، در واقع در خیال ها. بنابراین تحلیل واقع بینانه نشان از سوء نیت نیست، نشان از واقع بینی است، برای اینکه این بار قدمی که برداریم قدمی باشه که قابل تحقق باشه. خیلی مسائل پشت این نهفته است. ببین، اول باید در ایران، در اونجا یک اتفاقی بیفته. از اینجا نمیشه. یعنی من همیشه به این باور بودم که درست زندان کلیدش بیرونه، از بیرون در زندان باز میشه، اما زندانی تقلا میکنه، یعنی تلاش میکنه که در رو بشونه، در نه اینکه اگه میخوای در رو باز کنی خودش هم اونجا پشت در وایسه نظر در رو باز کنی. یک موضوع مهم اینه که شرایط رو باید به نظرم در نظر گرفت. امروز شرایط امروز با شرایط 5 سال پیش 10 سال پیش کاملا متفاوته. ما وارد یه دنیای جدیدی شدیم، یه اتفاقات عجیب و غریبی افتاد. این کرونا فقط مریضی نبود، یه جور بیداریه، یه جور بیدار باشه در همه زمینه‌ها. همه بزرگان دارن راجبش حرف میزنن تو سراسر جهان، از چین و ماچین بگیر تا قطب شمال و جنوب، همه راجب این موضوع اندیشمندان دارن حرف میزنن که چه اتفاق خواهد افتاد، روابط به چه شکل خواهد شد، روابط من و شما، روابط داخل خانه، بیرون کار. الان مثلا یه موضوعی که الان مطرح شده همین کار از راه دوره، ویرچوال، از طریق کامپیوتر تو خونت بشین، آموزش به چه شکل خواهد شد؟ آیا اینکه بچه ها می اومدن صبح در مدرسه دور هم جمع می شدن چقدر کمک میکرد؟ اینکه بشینه تو خونه از راه کامپیوتر تو اتاق خودش فقط درس رو یاد بگیره، آیا این چه مشکلی رو فردا برش ایجاد خواهد کرد؟ آیا این مناسبه؟ کدام مناسبه؟ بالاخره همش در اثر آزمون و خطاست و هی جهان بر اساس این شکل گرفته، تجربه میکنه و یه چیزی رو دوباره از نو میسازه و سعی میکنه که کمتر خطا داشته باشه. ما نیاز داریم، ولی اینکه گله گله میشیم. ببین، همین ماجرا خیلی ساده است. حالا که بحث شخصی میخواد مطرح بشه، خب ما یادمونه همین چندی پیش بودش که شورای گذار یه جلسه ای رو گذاشته بود، حزب مشروطه هم یه جلسه گذاشته بود، همین آقای همایون رفته بود اونجا داشت راجب شورای گذار علیه شرف میزد، میگفت اینا نمیدونم یه تیکه از یه مصاحبه شاهزاده رو برداشتن اردن جلو. امروز میگه نه، اصلا شاهزاده رفته دنبال شورای گذار تجزیه طلب شده. خب اینا حرفای کوچیکه، حرفایی است که میخندن. برای چی باید این کارو بکنه رضای پهلوی؟ چرا باید بره دنبال تجزیه طلب ها در حالی که میتونه کل مملکت رو صاحب بشه؟ چرا باید بره یه بخشش رو برداره؟ چرا باید این کارو بکنه؟ بعد ما باید سعی کنیم در جلب اعتماد، شما به درستی اشاره کردی، خب این اعتماد باید به وجود بیاد و
ببین خمینی وقتی که اومد، اولا اون شرایط دیگه یه بار اتفاق میفته، دو بار و سه بار و مثل اون نداریم. من همیشه به این دلم خواد اینو از شما اتفاقا بپرسم و اگر اشتباه میکنم خواهش میکنم منو تصحیح کنی. من همیشه گفتم این که میگیم مثل آرژانتین، مثل شیلی، مثل اون، من اعتقاد دارم از باب جهانبینی، از منظر جهانبینی خودم میدونم که این جهان یه دونه است، دوتا هم نداره، مثل هم نداره، مانند هم نداره، چنانچه انسان هم یه دونه است، یه دونه عطای هودشتیانه، همین یه دونه است دیگه، مثلش وجود نداره. این که تو اجتماع هم به نظر من همینه، یعنی روح جامعه هم مثل روح آدمه، شخصیت آدمه، اونم همین جوره، همون جونه که آدما داره یه شخصیت هستن، اجتماع هم داره شخصیت. به همین دلیل میگی کانادایی ها، آمریکایی ها، فرانسوی ها، اسکاتلندی ها، اسوانی ها، ترک ها، افغانی ها، یه چیزی اون کل رو تعریف میکنه. بنابراین این که بگیم که مثل آرژانتین میکنیم، مثل شیلی میکنیم، من همواره با این داستان مشکل داشتم که آقا مثل اون نمیشه، هیچ چیزی مثل هیچی نیست. و خیلی ها تلاش میکنن که هی میگن که آقا خمینی اینطوری که ما هم مثل اون بکنیم میشه. آیا واقعا از منظر جامعه شناسی و علم سیاست مثل وجود داره؟ تابع نعل به نعل، مثل این انجام بدم مثل اون میشم، میشه کپی کرد؟ چجوریه؟ دقیقا نکته خوبیه. یه کنسپت، یه مفهومی وجود داره به نام، ترجمهش باید فکر کنم، یونیورسالیسم، یعنی جهانگرایی. یعنی مثلا فرض کنین که میگوین که در علم فیزیک آب در 100 درجه به صدا بخار میشه، جوش میاد، و یا دو خط موازی همه جا دو خط موازی هستن، یا سیب که بیفته حتما به زمین میاد اگر در جو باشه. اینها یونیورسال یا جهان شمولن، یعنی موارد جهان شمول. یک مقوله در انقلاب فرانسه به وجود آمد در آنچه که مربوط به کار منه، اونم این که گفت انسان هم جهان شموله، انسان هم جهان، یعنی اینش دیگه این نیست که تو کوچیک، قد کوتاه و قد بزرگ، یا رنگ پوستت متفاوته، یا رنگ چشمت، یا زرد پوستی یا سیاه پوستی. یعنی درسته راسیسم، نجات پرستی بعدا وجود داشت در انقلاب فرانسه، قبل از اینکه اصلا وجود هم داشته باشه، از نظر نظری گفتن آدما مثل هم مساوی هم. سازمان ملل هم که به وجود اومد برای اینکه دوران خاتمه عصر استعمار بود، گفتن ملت ها با هم مساوی هم. اما ملت های مساوی، آدم هایی که از نقطه نظر کلی انسان یکی هستن، مثل هم نیستن. یعنی هیچ جا در قوانین حقوق بشر، در قوانین سازمان ملل، در اساسنامه های سازمان ملل ننوشته که آدم ها مثل همه. نوشتن که آدم ها از یک جنس هستن. از چه جنسی؟ انسانیت. برای همین گفتم بشر، human. درست نقطه اینه که از بعد از حقوق بشر، یعنی این که ما این قانون رو درست کردیم، گوشم جلومون، حالا بعدش چی؟ بعد اینکه ما نقاط مشترک پیدا کردیم، بعد تازه وارد تفاوت ها میشه. نقطه مشترک دیگری که میونه انسان ها وجود داره، بعد از اینکه نقطه مشترک آغازین میونه انسان ها انسان بودنشونه، اما نقطه مشترک دوم بعد از این تفاوتشونه. یعنی نقطه مشترک همه انسان ها این که هیچ کسی مثل دیگری نیست. نقطه مشترک تمام جوامع این است که حدودا یک قدرتی بالاشه، یک جامعه پایینه. این مثل بشر که تقریبا یه حالت بشره، یه سر داره دو دست، بشر اینه. این نقطه مشترک بسیار کلیه که هر جامعه یک قدرت داره، به غیر از برخی جوامعی که در قرون خیلی 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 قدیم بودن، معمولا یه قدرت دارن، حالت هرمی دارن. تقریبا جوامعی نبوده است که حالت هرمی نداشته باشه. حالت هرمی میتونه احتمالا یال پرش بزرگتر باشه یا به اصطلاح سرش تیزتر باشه. اینم نقطه مشترک تمام جوامع است. اما هیچ جامعه‌ای مثل جامعه دیگه نیست. یعنی چی؟ یعنی مکانیزم تحولشون متفاوته. شبیه هم شاید باشن، همشون قدرت دارن، همشون یه رست دارن، یه تخت دارن،
اما مکانیزم تحول هر کدوم فرق میکنه. شما مطالعه کنید دو تا کشور که مثل هم نظیر هم، کره جنوبی و ژاپن، واقعا تفاوت داره. یعنی یه تاریخ در کره جنوبی وجود داره که طبقه متوسط به توسط یک آدم بسیار قدرتمندی، این طبقه مثل رضا شاه ما، این طبقه متوسط رو نه دقیقاً مثل او ولی یه چیزی مثل او، یه آدم برجسته آمد در رأس واسه طبقه متوسط رو به عنوان موتور حرکت انداخت جلو. این مدل مکانیزم رشد با چین اصلا تفاوت داره، اصلا مثل هم نیست. این ماجرای دهه 40 و 50 میراثش ما هنوز داریم یه مقداری، ما فاصله گرفتیم از اون دوران ولی هنوز تهمانده‌هاش توی ذهنمون وجود داره. در دهه 40 و 50 گروه های متعدده، حتی روشنفکران، نه فقط گروه های سیاسی مجاهد و فدایی، فکر کردن که مدل برداری میتونیم بکنیم. مثلا دو مدل وجود داشت در آن زمان، میگفتن بین چریکا، میگفتن که مدل محاصره شهرها به توسط روستاها، بعد یه مدل دیگه اومده بود محاصره روستا به توسط شهرها. این مدل از آمریکای جنوبی گرفته بودن، درست؟ اینا برابری بلند شدن رفتن سیاه‌کل بر اساس مدل محاصره شهر توسط روستا، توسط روستا، یعنی مدل کوبا که دیدیم که نشد و موفق نشدن و چهار تا چریک و شش تا چریک به اصطلاح شاید هم دلسوز ولی نابکار، درست هم بحث قبلی مونه. دل کافی نیست، تحلیل باید داده بشه، باید برنامه ریزی بشه که اشتباهات گذشته تکرار نشه. و درست اینه که نه مدل محاصره شهر توسط روستا، نه مدل محاصره روستا توسط شهر، اینا هم مدلایی که به ما نمیخوره. ما در جامعه متمرکز شهرگرا هستیم، همه چیز در تهرانه. این رو ما اون زمان بحث که میشد بعضیا میگفتن، ما که اون زمان خیلی کوچک بودیم، جوان نوجوان بودیم، ولی بعضیا میگفتن آقا ایران فرق میکنه با کوبا، ایران همه چیز در تهرانه. یعنی اگه تهران تکون نمیخوره، نخوره، جاها دیگه میتونه تکون بخوره، ولی سرانجام چیزها امور در تهرانه. برای این شهری بودن یکی از خصوصیات ایران. از کجا میاد شهری بودن؟ یک، از اصلاحات ارضی میاد، دو، از اصلاحات رضا پهلوی رضا شاه میاد، رضا شاه و اینا طوری کردن که جامعه ایران صنعتی، نیمه صنعتی، شهری، یعنی هر چی بیشتر هجوم به سمت شهر بوده. خب بنابراین بعد یه مکانیزم بده که به شهر بخوره. حالا برمیگردم به یه بحث اساسی شما، مثل نداریم تحلیل دقیق از شرایط به اصطلاح موجود داریم، یعنی شرایط موجود ما چیست از اون بر همین سخته، برای خیلی سخته، برای همین تحلیل رو با هم کلش میکنه، نمیخوره به هم. تحلیل اینه. زمانی که آبان آمد یه مقاله من منتشر کردم در رابطه با مرکزیت شهر و گفتیم که این همه تظاهراتی که میشه اگه به شهر کشیده نشه، که کشیده شد شیراز و مشهد و تبریز، اما زمانی که تمام این شهرها در سرانجام به تهران کشیده نشه سرکوب میشه. و سرکوب شد. چرا؟ برای اینکه تهران دو تا خصوصیت داره، یک مرکز اطلاعات، دو مرکز قدرت، یکی هم همین الان اضافه میکنم تمرکز اصلی طبقه متوسط در تهران، در همه شهر دیگه هست ولی اینجا تمرکز اصلیه. مثل که در دوران جنگ سرد نیویورک مرکز یا مرکز جهان بود، the center of the world نیویورک بود، نه اینکه بلژیک مثلا آمستردام نبود یا پاریس نبود یا لندن نبود، اونا هم بودن ولی اون مرکز اگه بخواد بزنی اونو باید بزنی، قلب. حالا ما اون موقع میگفتیم اگه بخواد خبری بشه این تظاهرات گسترده باید ادامه پیدا کنه، اما باید به فکر این باشیم که طبقه متوسط شهری توی تهران رو تکون بدیم. تا زمانی که طبقه متوسط در شهر بزرگ کلان شهر تهران تکون نخوره، این جنبش سرانجام نخواهد داشت. اینا استراتژی جدیده، اینا رو باید نشست کار کرد. همینطوری نشستن و برنامه اینطوری ریختن نمیشه. بنابراین ما مثل نداریم و این نکته بسیار بسیار مهمه و اینکه جوامع واقعا مکانیزمای تحولشون مثل هم نیستن، برای هر کدومشون باید تحلیل کرد. من فکر میکنم که تحلیل واقعی در این پروژه که عنوان میکنم، یعنی شورای در واقع کسانی که همین ستاد رای ذهنی که برای شورای رهبری، که اون شورای رهبری به وجود بیاد، ستاد رای ذهنی برای شورای رهبری عبارت باشه از یک اقتصاددان، باید عبارت بشه از یک اقتصاددان، باید عبارت بشه از یک روانشناس که روانشناس فردی و روانشناس اجتماعی میدونه،
کله هیتلر رو باز کردن بعدش، نه فیزیکی، تحلیل کردن روانشناسیشو. روانشناسی یک انسان بیمار رو بعد تحلیل کرد که از اون فهمید که انسان غیر بیمار چگونه است، انسان غیر بیمار چیست. این تحلیل طبقه متوسط ایران بسیار بسیار طبقه متوسط ایران مشکلات بسیار عدیده داره. یکی از این شاخه‌ها حوزه روانشناسان است که این حوزه بنابراین یکی اقتصاده، یکی روانشناسیه، یکی معماری شهریه. یا فکر می‌کنی معماری شهری چه خیلی کوچولویه. این شهر رو باید بشناسید، مکانیزم تحول این شهر رو باید بشناسید. و بعد یکی از بزرگترینشون پیوند و این جامعه شناسیه که بسیار مهمه. و یکی دیگه‌ش هم روابطی که بین کشورها وجود داره در رابطه با مکانیزم تحول در ایران. بنابراین تخصص‌های متعدد در حوزه استراتژی تحول، نامش رو بدیم استراتژی تحول، در حوزه استراتژی تحول باید بگرد هم بیان، دست به دست هم بدن، اخلاق خوب بگیرن، تفاوتشون رو بذارن کنار، به خاطر میهن و به خاطر ملت و به خاطر پیشرفت کشور بتونن که این استراتژی جدید بریزن و بفهمیم که جامعه ما مثل عراق و لبنان و عربستان و سعودی و ترکیه نیست. نیست. ما کشورمون مثل ترکیه نیست. این مسئله بسیار مهمه. در ترکیه هنوز آتاتورک هر جا که بری پرچمش بالاست. در جامعه ما انقلاب شد. متاسفم ولی هنوز به اصطلاح مشکل داریم که رضا شاه به واقع به اصطلاح چگونه ازش باید تقدیر بشه و نه رژیم فعلی تقدیر میکنه نه خیلی از کسان دیگه. این مشکل ماست. الان مسئله اساسی در واقع تحلیل مشخص ما از شرایط ویژه و استثنایی جامعه ایران. خب من فقط با این پرسش از حضورت مرخص میشم و اون اینه که اشاره دقیق کردید به اون طبقه متوسط شهری. میدونیم که جمهوری اسلامی هم هدفش رو همون قرار داره، یعنی طبقه متوسط رو یه جوری نابود کرده و همه رو به سمت یه طبقه فرودست هل داده، ولی همچنان اون طبقه که ما بهش میگیم بورژوا، طبقه شهرنشین از اصل لغت، اون فقیر شده باشه ولی بازم هست، هنوزم هست. چه راهکاری رو بزرگان، اون جامعه شناسان، معلمین این مدارس به ما تعلیم میدن که چجوری با اینا میشه ارتباط ارگانیک برقرار کرد؟ آیا این از درون میجوشه میاد به سمت بیرون دست دراز میکنه، بیرون دست دراز میکنه به او، چه شکلی عمل میکنه؟ این دکتر خودتون قبل اشاره بهش کردیم، من متاسفانه اشاره نکردم. اونم ایست که زمانی که از پروژه های متعدد صحبت میکنیم، هر کی به سهم خودش پروژه خودش رو عمل میکنه، مسئله مرکزی ایرانه. یعنی ما خودمون آلترناتیو همطوری درست کنیم در خارج کشور. اینم باید در نظر بگیریم که شما به درستی اشاره کردیم، مسئله این که ما همواره بیبایست که در پیوند با جامعه ایران این کار رو بکنیم، این خیلی مهمه. یعنی بخشی از این در ایران باشه، بخشی از این رهبری که ما میگیم. طبقه متوسط تکون خوردنش خیلی سخت شده، چرا که تروماتیسم کلش، تروماتیسم تحول در درون ذهن و روحش وجود داره. این تروماتیسم تحول یعنی که دیگه نمیخواد متحول بشه، خسته شده از تحول. هر گونه گام و هر گونه حرکت با بزرگترین موانع ایجاد شده. یکی از این موانع سرکوب نظامه که پیش از این صحبت شده بسیار 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 زیاد. یکی از این موانع، یکی از موانع دیگه بی اطمینانیه، نه به خودش، نه به رژیم، که به رژیم که اصلا بی اطمینانه، به ماها. یعنی ما هر چی بیشتر بین خودمون درگیری به وجود بیاریم، روی همدیگر رو سیاه کنیم و هر چی بیشتر به هم بپریم در کانال ها، اینجا اونجا، تو بدی، تو این کارو کردی، از هر چی بیشتر اون مردم رو که برایشون دلمون میسوزه، اونا رو میخوام آزاد بشن، بهروزیشون رو آرزومندیم، اونا رو بیشتر ناامید میکنیم. باید هر چی بیشتر خودمون رو همبسته نشون بدیم. باید بین انسان درونی و انسان بیرونی که فصل آغازین مدرنیته است. مدرنیته از انسان دوگانه ساخت. انسان درونی، interior man، انسان بیرونی، exterior man. اون آموزش نخستین لوتر بود، آموزش هگل بود، آموزش مارکوزه بود،
که میگفت که انسان مدرن انسانی است که داخل رو با خارج قاطی نمیکنه. اگه ما موفق بشیم با دست دوستی دادن، اظهار محبت کردن و دوست داشتن یکدیگر، که من این کارو میکنم الان نسبت به جناب همایون عزیز دوست داشتنیم، خودم میکنم، برای که بگم که از ماندلا یاد بگیریم، از گاندی یاد بگیریم. ما اگه مثل اونا نمیتونیم بشیم، ما اگه مثل اونا نمیتونیم عمل بکنیم، تلاش کنیم مثل اونا بشیم. دوستی، گوشه کنایی نزنیم، نزدیک بشیم به هم دیگه، دست هم دیگه رو بفشاریم، بتونیم اون نوع دوستی رو آنچنان به وجود بیاریم که این طبقه متوسط که تروماتیزه است در ذهن برای هر گونه تحولی، آسایش روحی بهش بدیم و بعد در کنار این پا به پایین شجاعت حرکت. برای که چرا بعد اون بیاد داخل خیابون؟ چرا زمانی که ببینه که ماها پشت هم همطور داریم با هم دیگه در بحث میکنیم و هم میپریم و ما اصلا کاری نداریم بندن، در حالی که این نیست واقعا. کسایی که در خارج کشور هستن خیلی دلسوزن، بلد نیستن. ما شاید بلد نباشیم، باید یاد بگیریم. درس نخستینش همون چیزی که ماندلا کرد، همون چیزی که گاندی کرد، افتادگی، دوست داشتن، کامپرومایز، یعنی مصالحه، مصالحه با هم بکنیم تا دشمن مشترک هویدا بشه. الان در واقع طبقه متوسط به کی اطمینان کنه؟ به چه نیروی اطمینان کنه؟ به کدوم اپوزیسیون؟ اپوزیسیون در هم و بر هم و بسیار پراکنده. درست این رو باید به عکس کرد، یک اخلاق مداری جدید، وجدان مدار، یک انسان تراز جدید باید به وجود بیاد که درست از اخلاقیت نظام دل بکنه و یک روحیه جدید برای ما به وجود بیاره، روحیه مملو از دوستی و عشق و مروت و همگرایی و همزیستی و همبستگی. این یکی از مسائل روانشناسانه نقب به طبقه متوسطه، نقب به طبقه. چون پرسیدین که چگونه میشه بهش باش ارتباط برقرار کرد، دو اینی که خود این طبقه متوسط در درون دیگه من نمیخوام این رژیم باشه، برام نمیخوام بیرون بیام. برای اینکه بتونیم ما حالا لحاظ سیاسی بخش روانشناسانه یا لحاظ سیاسی بتونیم این نقطه قوت رو برش بوشید بیاریم، بعد از اینکه فهمیدیم که اخلاق سیاسی چقدر مهمه، باید بتونیم که در واقع اون ستاد رهبری، شورای رهبری ایجاد بکنیم. به نظر من کلید اصلی اینه که ما نتونستیم این شورای رهبری ایجاد بکنیم. این شورای رهبری باید بوجود بیاد و بتوانیم در واقع به مردم، به طبقه متوسط نشون بدیم که اگر تو تکون خوری ما هستیم، و نه فقط در خارج، در داخل هم باید باشه. و این میتوانه احتمالاً کمکی به نوعی از تحول جدید در ایران بکنه. البته من در این حرفایی که زدم درس به کسی نمیدم، من همیشه یاد میگیرم. اینو فکر نکنی که کسی میخواد بگه درس بده، این رو میگم که به هر حال بدونیم که اون تلاشی که میتونه این تنش‌ها رو از ببره تلاش دوستی است، نه درس دادن که اساسا نیست. کسی نمیگه کسی دیگه درس نمیده. این هستش که در واقع ما میخوایم راه حلی پیدا کنیم که برای از این مخمصه فرار بکنیم، دور بشیم از مخمصه عنکبود رژیم جمهوری اسلامی تا به بهروزی و سعادت برسه جامعه. آره چون شما چند بار در این برنامه اسم آقای همایون رو آوردی، من فقط باز به این نکته اشاره میکنم که بزرگترین، اینجوری که بزرگان میگن و معلمین جامعه میگن، بزرگترین دشمن انسان خود انسانه، یعنی خودشه که دشمن خودشه. قبل از اینکه دیگری وجود داشته باشه، خود آدمه که با خودش دشمنی میکنه. اگر شرایطت عوض میشه، اگر بی‌اعتمادی وجود داره، اگر سخنت رو نمیشنون، خب باید در خودت جستجو کنی. من روز جمعه همه حرفم با آقای همایون همین یک کلمه بود که شما در یه نقطه‌ای قرار داشتی که میتونستی حرف بزنی، کاغذ سفید رو بلند میکردی اینجوری جلوی دوربین میگودی آقا این کاغذ سفید رو بخر که بزنی تو دهن جمهوری اسلامی، و $2,000 کاغذ سفید رو میفروختی. شما چنین توانی رو داشتی. خب چی شده، چه اتفاقی افتاده که هیچکی در کنار شما نمیتونه قرار بگیره؟ خب باید مشکل رو آدم ابتدا در خودش جستجو کنه و بعد بره به سراغ دیگری. من
اینجوری میفهمم. اینو اشاره بکنم که واقعا من الان در جایگاهی اصلا نیستم که وارد این مطلب بشم، چون ایشون رو در اون زمان نمیشناختم. اما امیدواری من این هستش که انسان زمانی که به حرف انسان گوش بده، به حرف دوستی و انسانیت گوش بده، حتما با خودش دیالوگ درونی خودش آماده برقرار میکنه. من فکر کنم که حتما باید امکان گفتگو، امکان نزدیکی رو ایجاد بکنیم. همه ما در گذشته ها شاید اشتباه کرده باشیم. حالا من نمیدونم، من قضاوت اصلا نمیتونم بکنم، اصلا نمیخوام وارد این ماجرا بشم. من میخوام بگم که هر انرژی داریم متمرکز کنیم علیه دشمن، به هم دیگه هرچی کمتر واقعا اصلا خارج بشیم از این ماجرای به هم پریدن ها و غیره، دوستی رو رواج بدیم. و این بسیار امروز مهمه. حالا دیروز ایشون کسان دیگه چه کردن به واقع من نمیتونم قضاوت کنم. امیدوارم که این گفتگو ایجاد بشه، امیدوارم که این تفکر اندیشه نو ایجاد بشه، امیدوارم که این اخلاق نو ایجاد بشه و هممون واقعا به اون رتبه دوستی انسانی برسیم. واقعا نیاز ما امروز همینه، هیچ چیز دیگه ای وجود نداره. واقعا یه دشمن تو خونه است و باید تلاش کنیم همه دست در دست هم نهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آزاد. و اون که گفت میهن خیش را کنیم آباد، آبادی در پناه آزادی صورت میگیره. تا آزادی نباشه هیچ آبادی اتفاق نمیفته. بهار آقا ممنون از شما، سپاسگزار از این کلاس خوبی که روزهای دوشنبه برای ما برقرار کردی. من به شخص میآموزم و مشتاقم، منتظرم تا دوشنبه دیگر و گفتگوی دیگر. ممنون از حضور شما. خیلی ممنون. ممنون آقای دکتر هودشتیان نازنین. بهها دوستان شنیدیم فرمایشات آقای دکتر هودشتیان رو. امیدوارم صحبت‌ها کمک کنه خارج از حب و بغض و بخل و تنگ نظری. بشینیم حرفا رو گوش بدیم و ببینیم که کی داره چی میگه، قبل از اینکه دهنمون رو باز کنیم و سخن بگیم. ما یه دونه زبون داریم ولی دوتا گوش داریم، دوتا چشم داریم. این یه قاعده پشتش نهفته، حتما یه دلیلی داشته که طبیعت به ما دوتا گوش داده، دوتا چشم داده، یه دونه زبون داده. به حال از اینکه دنبال کردی از شما نازنینان سپاسگزارم و از شما تشکر میکنم. خواهش میکنم اگر این برنامه مورد توجه شما هست، مه کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن، شبکه های اجتماعی رو دریابید، لینک ها رو لایک کنید، شیر کنید. بالاخره مهمه، این یه پدیده است، باید حد اکثر استفاده رو ازش کرد. اون موضوعی که میگم به سایت ها رجوع کنی، اون ربطی به این مطلب نداره، چون نمیدونم دو نفر میپرسن که تو که میگه اینجوری پس چرا اونجوری. اینا دو تا مطلب مجزایی از همه. برای رسیدن به خبر، به مطلب، کتاب کتاب کتاب. معلومه کی نوشته، کجا نوشته، چجوری نوشته، کی منتشر کرده، چرا منتشر کرده. ولی این که این توی کسی، ما نمیدونیم کیه، خبر رو برداریم هی منتقل کنیم از این دست به اون دست به عنوان دانش خودمون بفروشیم، خب این غلطه. لینک ها رو لایک کنید، شیر کنید، مشترک بشوید. حمایت مالی رو فراموش نکنید. در انتظار حمایت همه شما خوبان همواره بودم و هستم و خواهم بود. ممنون از شما.